بسیار کم پیش می آید که از افغانستان باشی صبح وقت بری که در فضای مجازی سر بزنی و با چند تا خبر بد بعد از چند دقیقه مواجه نشی. امروز هم متاسفانه من وقتی وارد فضای مجازی شدم با یک خبر بسیار ناگوار و دردآور روبرو شدم. مرگ 8 نفر کودک، 8 کودکی که در اثر گرسنگی، در اثر گشنگی جان باختن، اون هم در قلب یک کشور، در پایتخت یک کشور. یعنی واقعا حجم این درد و الم به این عظمت را آدم نمیتونه که چگونه بیان بکنه که چگونه در قرن 21 با این وفور نعمتی که وجود داره در قلب یک کشور 8 نفر کودک از گرسنگی، از گشنگی بمیره. بدون شک ما در مورد افغانستان حرف میزنیم، در مورد یک کشور پیشرفته با یک سیستم پیشرفته با یک مردم پیشرفته حرف نمیزنیم، در مورد کشوری که شروع میکنه به پیشرفت اما بعد از مدتی پس دوباره برمیگرده به نقطه اولی. از 15 آگوست امسال، یعنی از اون روز شوم، از اون روز سیاهی که بر مردم افغانستان اتفاق افتاد و افغانستان سرنوشت 34-35 میلیون نفر انسان افغانستانی در دست عقب مانده ترین از لحاظ فکری و ذهنی انسانهای قرن افتاد، یک رعب و وحشت و ترس غیر قابل توصیف بر ذهن و روان مردم افغانستان حاکم شد. هر کسی از هر طریقی که ممکن بود با هر امکاناتی که در اختیار داشت سعی کردن که از افغانستان خارج شوند و صدها هزار نفر دیگه هنوز هم تلاش بری دارن که به هر طریقی که شده هرچی سریعتر افغانستان را ترک بکنن و به یک کشور دیگه پناه ببرن. این تنها یک بخشی از این فجایعی بود که با تسلط طالبان بر افغانستان اتفاق افتاد. آمار بیکاری به قهقرا رسیده، تظاهراتی را که زنان، تظاهراتی را که معلمین در کوچه های کابل براه انداختن ما و شما دیدیم که امارت اسلامی نه تنها که به خواسته های اونها پاسخ نداد بلکه با زور تفنگ، با توسط یک سری نیروهای بی سواد وحشی خود اونا را مورد ضرب و شتم قرار دادن. مردم در خیابان ها بیرون میشن که از دولتی که بر کشورشان حاکم هست، از حکومتی که بر سرنوشتشان حاکم شده درخواست کمک بکنن، درخواست کار بکنن و درد و بدبختی ها و شکایت ها و رنج های خود به گوش مقامات برسانن. اما مقامات به جای ازی که به حرف اونا گوش بده خواسته های اونا را جدی بگیره، یک سری انسان های وحشی و بیگانه با تمدن و ارزش های انسانی را میفرسته که با کنداغ تفنگ، با زور شلاق اونا را سرکوب بکنه. از همون زمان آمار بیکاری، سیر رشد بیکاری به قهقرا رسیده، اقتصاد افغانستان اگر در یعنی به زودی کلپس نکنه، من فکر میکنم که در حال کلپس، در حال سقوط هست. وقتی اقتصاد یک کشور سقوط بکنه فاجعه بسیار عظیم انسانی رو خواهد داد و متاسفانه تنها کسانی که از این فجایع همیشه متضرر میشن اون طبقه پایین و ضعیف جامعه هست. امروز هم ما نشانه های از یک سقوط را میبینیم، نشانه های از یک فاجعه را میبینیم که در افغانستان در حال اتفاق افتادن است. بنابراین هر کاری که از دست ما و شما میایه، ما وقتی ما و شما میگم منظورم از یک جمع چند میلیونی نیست، منظورم از فرد فرد است، من با عنوان یک فرد، شما با عنوان یک فرد،
هر کاری که از دست ما برمیاد باید برای نجات هموطنان خود، برای نجات هم نوعای خود که در این وضعیت بسیار بد و رقتبار، در این فضای سرد، هوای سرد که زمستان در حال آمدن هست رنج میبرند، گرسنه هستند، خانه ندارند، لباس ندارند، در حد وسع خود، در حد توان خود به داد اونها برسیم. ما فکر میکنم که در این فاجعه‌ای که در راه است، باز هم همون قشر که مورد تبعیض قرار گرفت، همون قشر که همیشه حق و حقوقش پایمال شده، همونا در معرض خطر قرار دارن. فعلا شرایط بسیار بسیار اضطراری هست. ما چند روز پیش در یک جلسه با یکی دو نفر از نماینده های سازمان های بین المللی بودم. در اونجا بحث روی رساندن امداد و کمک به مردم افغانستان بود که فعلا طالبا میخواه که از همه احرم استفاده بکنه برای ازی که جامعه جهانی را تحت فشار قرار بده تا اینکه حکومت مستبد و قرن حجری اونها را به رسمیت بشناسه و نمیگذاره که سازمان های امداد به امدلی به افغانستان بره کمکشان را، امداد انسانیشان را، کمک های انسانیشان را برای مردم افغانستان را بتن. و این که چندین میلیون انسان به شمول کودکان و زنان در معرض خطر مرگ از گرسنگی قرار دارن، برای امارت اسلامی، برای رهبران شکمگندهشان هیچ اهمیت نداره، چون اینها اونقدر قساوت قلبی با انسان و انسانیت دارن که مرگ یک انسان، رنج و الم و درد یک انسان برای اونا به اندازه پشیز هم اهمیت نداره. از رنج بردن انسان ها، از کشته شدن و از درد کشیدن انسان ها اونا حتی خم هم به ابرویشان نمیه. البته اگر اون انسان ها هم فکر و هم قوم و هم تبار خودشان نباشن. بنابراین اونا میخواهی که از زمین مسئله به عنوان یک اهرم فشار برای جامعه بین‌المللی استفاده بکنه تا اینکه این حکومت عقب مانده، این حکومت مزدورشان به رسمیت شناخته شود. خب قبل از اینکه سازمان‌های بین‌المللی کار را انجام بده، من فکر میکنم مهمترین مسئله این است که ما و شما در حد افراد میتونیم چی کارهایی را انجام بدیم. به نظر من کارهای ممکن هست که انجام شود، یعنی هر کس و هر فرد در جایی که زندگی میکنه و امکان کمک به مردمش را داره، سعی بکنه با ارتباط با خانوادهش که در افغانستان هست، که از طریق اونا کسایی را که اول در اقاربش هست و کسایی که همکوچه‌ایش هست، همشهریشان هست و اونا را میشناسه، از طریق خانواده خود کمک به این انسانها برسانه. یعنی هر کس و هر فرد خارج نشین و هر کسی که توانایی کمک را داره، باید یک نفر، یک خانواده یا دو تا خانواده یا سه تا، البته بر اساس کمک و توان خودش میتونه که تحت پوشش و حمایت های مالی خود قرار بده، تا حداقل زمستان، همین زمستان سرد بگذره و مردم بیشتری از سرما و از گرسنگی ضایع نشه. این تنها کاری است که برای فعلا ما و شما میتونیم. مسئله دیگه ای که بسیار مهم هست این است که ما و شما یک جامعه مذهبی هستیم و سالانه میلیون ها دلار اگر اغراق نشه، از طریق وجوهات، از طریق خمس، زکات، نذرات و وجوهات مختلفی که رنگ و صبغه مذهبی داره، به صندوق مراجع تقلید میره و اونا متاسفانه هیچ نوع گزارشی برای مصرف این پولها را هیچ وقت برای مردم، برای کسانی که خمس میته، ارائه نمیکنه که اینا به کجا مصرف شد. کار به اونایش نداریم. این که این چقدر فرهنگ خوب هست یا بد هست، این بحث جداگانه است که آدم میتونه در یک برنامه جداگانه رویش گپ بزنه. اما برای فعلا شرایط طوری هست که مستحقتر از خود ما، مستحقتر از مردم ما، مستحقتر از اون کودکانی که از سرما و از گرسنگی می لرزن، هیچ کس دیگه نیست
بنابراین هر کس از هر کانال و هر طریقی که ممکن هست از این حضرات مراجع تقلید درخواست بکنند که وجوهات را که در قالب دستورات مذهبی جمع آوری میشه اینا را بلا فاصله برای مردمی که در افغانستان در معرض خطر مرگ قرار داره با اونا برسانند. و در مسئله سوم، در مرحله سوم ما میتونیم که در سطح فضای مجازی این مسئله را به شکل گسترده مطرح بکنیم که تا تمام کسانی که از مردم ما و شما و از کسان دیگه‌ای که در فضای مجازی هستن اونها هم به شکل به نحو آگاه شوند و دست به کار بزنن، دست به اقدام کمکی و حمایتی به هم نوعای خود بزنن. و همچنان ما میتونیم که به صورت متحدانه و منسجمانه از طریق یک کارزار تویتری سازمان های امدادگر سازمان ملل متحد را مثل صلیب سرخ، یونیسف و بسیاری از سازمان های دیگر را وادار بکنیم که به افغانستان کمک بفرستن. و کسانی که در افغانستان هستند از وضعیت بد مردمی که در اونجا هست فیلم بگیرن، عکس بگیرن، گزارش تهیه بکنین، بیشتر به زبان انگلیسی، اگر به فارسی هم باشه اشکال نداره، گزارش تهیه بکنین، اونها رو در رسانه ها منتشر بکنید که جهان با خبر شود، نهادهایی که امدادهای اضطراری را میکنه اینا با خبر شود که افغانستان در معرض یک فاجعه بزرگ انسانی قرار داره. اگرچند بسیاری از نهادهای بین المللی در این مورد خبر هستند، میدانند، اما باز هم ما و شما به عنوان کسانی که نزدیکتر هستیم به کسایی که رنج میبرند، مسئولیت ماست که هر کاری از دست ما برمیه، هر کمکی که از دست ما برمیه برای هم نوعهای خود، برای مردم خود انجام بدیم. پس بنابراین اگر با افکار و با نظرات من موافق هستین، لطف کنید این ویدیو را به صورت گسترده در سطح رسانه های اجتماعی بازنشر بکنید تا افراد بیشتری پیدا شود. یعنی ممکن است خود شما دست به چنین کار نزنید، یعنی کمک نکنید، اما اگر منتشر بکنید ویدیو را، شاید کسای دیگه پیدا شود که این کار را انجام بده. و همچنان کسانی که در کشورهای اروپایی زندگی میکنند میتونن با تماس با نهادهای اون کشورها، جامعه میزبان، همچنان در تماس با شبکه اجتماعی که داره همکارانشان، مسئله افغانستان را مطرح بکنید، مسئله مردم فقیر و بیچاره‌ای که در معرض خطر فاجعه انسانی قرار دارن مطرح بکنید. شاید انسان‌های زیادی پیدا شوند که رحم و مروت انسانی در دلشان هست و اینا حاضر شوند که کمک بکنند، پول جمع‌آوری بکنند و به کسانی که واقعا نیازمند هستند، یعنی در معرض جدی خطر مرگ قرار دارند، با اونا کمک صورت بگیرند. ممنون از شما.